دیدم که به خوبی قسمت غرب ستاد و قسمت‌های اداری پادگان رو بمباران کرد. حد اکثر به ذهن ما مرسی میگیم لجاجت این که خلبان بگیرن، مثلا اونجا بگن تیربارون دیگه. حکایت عروج نابغه نیروی هوایی. در سال 1328 در شهر کوچک رودبار متولد شد و از همون دوران رویای پرواز را در سر داشت. از بچگی عشق به خلبانی داشته، اصلا در رویای پرواز سیر میکرده. همین رویاها هدفی شد تا در سن 18 سالگی به نیروی هوایی بپیوندد و خیلی زود پس از گذراندن دوره‌های مقدماتی جهت آموزش به تگزاس و ایالت آریزونای امریکا انتخاب شود. ایشون بهترین بوده بین دانشجوهایی که از کشورهای مختلف در اونجا تحصیل میکردن. وقتی که آموزش و درسشون تموم میشه خیلی علاقه داشتن و پیشنهاد بهش داده بودن که بمون، چون احساس کردن واقعا این یک نابغه استش. که ایشون اصرار میکنن، میگه که نه. پس از بازگشت ازدواج کرد و شد خاطره روزهای با هم بودن. اولین عکسی که علی برا من فرستاد بعد از اینکه نامزد شدیم این عکس بود. خودش رو هواپیما رو بر من فرستاد و میخواست زیرکانه به من بگه تو وقتی منو پذیرفتی منو با هواپیما پذیرفتی. به دلیل توانایی بالای پروازی توانست خیلی زود استاد خلبان شوند. یادم است حالا از شاگردایی که با ایشون بودن یا تو اون گردان میپریدن، شهید عباس بابایی، شهید مصطفی اردستانی. او با شروع جنگ از همه دلبستگی ها دست کشید و پا به جاده عشق گذاشت. ما منزلمون نزدیک فرودگاه مهرآباد بود، ایشون هم منزل بودن. که اون صدای انفجار که اومد اصلا یک دفعه دوی توی بالکن که میگای عراقی رو دید که دارن کلایم میکنن و فرار میکنن بعد از بمبارانشون، که برگشت رو دیدیم بلا فاصله ایشون برگشت من گفت جنگ شروع شد و من باید برم. روز بعد از جنگ پروازهای جنگیش رو شروع میکنه به اهداف عملیاتی و اقتصادی دشمن بعثیده. شهید اقبالی توانست در طول حضورش در جنگ با طرح‌های عملیاتی خود اکثر سکوهای نفتی عراق را از کار بیندازد و صادرات 350 میلیون تنی نفت عراق را به صفر رساند. به همین شجاعت ها چه عقده ها شده بود در دل بسی ها. 10 مایل مونده بود به پادگان، انفجار دیدم. خیالم راحت شد که جناب سرگرد اقبالی حمله شو انجام داد. یهو دیدم که جناب سرگرد اقبالی به اسم کوچیک منو صدا زد، گفت شفی منو زدن. با وجود اصابت موشک به هواپیما او توانست به سلامت به زمین برسد بیان که بداند رژیم بعث به خاطر زمینگیر شدن و انهدام مراکز زیربنایی در طول بیش از یک ماه چه کینه هایی در دل و ذهن خود پرورانده. وقتی خلبان رو میگیرن بدن رو میبندن، بدنش رو به 2 جیب، یعنی نیم بدنش رو به 1 جیب، پا و دست و بدنش رو به نیم دیگرش هم به 1 جیب دیگه میبندن و 2 جیب در جهت مخالف حرکت میکنن تا بدن رو به 2 نیم کنن. اقدامی غیر انسانی برخلاف تمامی کنوانسیون‌های بین المللی که بعثی‌ها از انعکاسش در هراس بودند. اگر رژیم بعثی عراق می‌خواست بگه من چه بلایی آوردم از صلیب سرخ جهانی، ممکن بود مورد تذکر واقع بشه. بنابراین نحوه شهادتش اصلا مفقود می‌کنه و اعلام نمی‌کنه، مخفی می‌کنه. از هر جایی که میشد دنبال این بودم که یه سرنخی پیدا بکنم که برسه به علی. صلیب سرخ دیده سری قبر هستش که گویا میگفتن توی شیشه اسم این تعداد خلبانا نوشته بودن، اسمشون رو بالای سرشون گذاشته بودن داخل خاک. با تلاشی که خود همسر گرامیشون انجام میده، گروه تفحص میخواد زحمت میکنن، به هر حال پیکر در 2 منطقه با اطلاعاتی بالاخره به دست میارن، در 2 قسمت دفنه، در 2 استان مجزا میارن. و در نهایت پس از انتظاری 22 ساله پیکر خلبان شهید اقبالی دوگاهه به وطن بازگشت. شهیدی که از ابتدا تا انتهای مسیر حضورش افتخار بود و افتخار.